به گزارش فرانس 24، دولت کانادا اعلام کرد که آماده است گروهی از کلاه سفیدهای معروف به دفاع مدنی در مناطق تحت کنترل گروه‌های اپوزیسیون سوریه و افراد خانواده‌های اونها رو در خاک خودش بپذیره. اما اعلام نکرد در چه زمانی این افراد به خاک اون خواهند آمد و در چه مکانی اسکان داده خواهند شد. به گزارش فرانس 24، دولت کانادا اعلام کرد آماده است گروهی از کلاه‌سفیدهای معروف به دفاع مدنی در مناطق تحت کنترل گروه‌های اپوزیسیون سوریه و افراد خانواده‌های آنها را در خاک خود بپذیرد، ولی اعلام نخواهد کرد در چه زمانی این افراد به خاک او خواهند آمد و در چه مکانی اسکان داده خواهند شد. کریستیا فریلند، وزیر مهاجرت و پناهندگان کانادا، و احمد حسین، وزیر امور ملیت‌ها، در بیانیه مشترکی گفتند کانادا با گروهی از همپیمانان بین‌المللی خود باز اسکان این گروه و خانواده‌های آنها را در دستور کار خود دارند. در این بیانیه اشاره شده است این افراد هدف تهاجم رژیم اسد و روسیه قرار گرفتند و مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. در بیانیه اضافه شده است داوطلبان کلاه‌سفید سوری به عنوان امدادگرانی که به کمک قربانیان شتافتند جنایات وحشتناک رژیم اسد جنایتکار را دیدند. این دو وزیر در اطلاعیه خود خاطر نشان کردند که کانادا با آموزش و کمک به این داوطلبان و زنان تلاش کرده است تا جانهای بیشتری از خطر مرگ نجات داده شود. آنها تاکید کردند ما التزام اخلاقی داریم تا این افراد را که به همراه خانواده‌هایشان تهدید شدند کمک کنیم. در بیانیه وزیران کانادایی همچنین آمده است که کلاه‌سفیدها و افراد خانواده‌های آنها در مسیر بازسکان در کانادا هستند و این عمل بر اساس معیارهای قانونی بازسکان در کانادا در دسته اقدام است. آنها بر حفاظت از سلامتی گروه کلاه‌سفید و خانواده‌های آنها که هنوز در خاک سوریه هستند تاکید کردند و گفتند در مورد زمان رسیدن این افراد به خاک کانادا هیچ گونه اطلاعات جزئی نخواهند داد. بیانیه وزیران کانادایی همچنین به این موضوع اشاره کرده که درخواست مهاجرت گروه مذکور در دست پیگیری است و پیش از پرواز هوایی آنها به خاک کانادا بررسی‌های امنیتی آنها تکمیل خواهد شد. در 22 ژوئن گذشته اردن اعلام کرد 422 نفر از همین گروه را که از مناطق جنوب سوریه فرار کرده بودند در خاک خود پذیرفته است تا بتوانند در خاک انگلستان، آلمان و کانادا اسکان داده شوند. روز چهارشنبه گذشته وزارت خارجه اردن اعلام کرد که 272 تن از این افراد خاک اردن را به قصد کشورهای غربی ترک کردند. جهان پس از اینکه رسانه‌ها عکس‌های کلاه‌سفیدها را در حال نجات مجروحین از زیر آوار ساختمان‌ها و یا رساندن کودکان غرق در خون به بیمارستان‌ها منتشر کردند، با این گروه آشنا شد. کلاه‌سفیدهای سوریه در سال 2013 و در آستانه 3 سالگی جنگ سوریه تشکیل شد. از زمان تأسیس این گروه بیش از 200 تن از اعضایش کشته و نزدیک به 500 تن از آنها مجروح شدند.